خب آقای جمالخان وفایی جونم گفتش که گفتی که میخوام خودم بگم خودت بگو خدمت رو عرض کنم من این تریویدمو در آوردم با دکترم شروع کردم وقتی در آورد گفتم دکتر نمیشه من اینو ببرم آب گوش کنم گفت نه آقا مگه میشه این خود اینجا آمریکایی خود سالن دیگه گفتم شوخی میکنم این حرف حالا بهم گفت تا 6 ماه نباید بخونی خب ولی الان حواس کردم گفتم برای آقا دلدار چون خیلی دوستش دارم به روح مادرم باز هنجره خرابم ولی میخوام بخونم حالا یا خوب یا بد فداتم من منم که دیده نیالوده به بد منم که شهره شهر به عشق ورزیدن منم که شهره شهرم به عشق ورزیدم وقتی دلم تنگ میشه عکس تو میبینم دلم آروم میشه به خود میگم عاقبت این عشق ما زبون زده تموم دنیا میشه من تو رو اندازه دنیا میخوام من تو رو اندازه دنیا منظر و مسئولی رسطا دل دار آقا جمال وفای گرد ولی میدونی که من جمالی نه تارسوت من الان مجروحه اشاره قول بهت میدم وقتی که یه ما دیگه این یکی هم درارن سه ما دیگه و اگه زنده موندم برات میخونم ببین حالا ببین جونم جمال شما با هم یه 40-50 سال رفیقی اصلا حرف نداره فقط بگو میخوام که هر وقت من یه چیزی می‌نویسم برای شما ناگهان نمیدونم چجوری یه جوری ربطش میدم به نهیر ببین تو صدات آوازت بهرامای گلهات همه چیز اصلا پرفکته ولی که تو ذهن من من نمیدونم چه ذهنم مثل منحرفه نه. همش یاد نهیر میفته حالا گوش کن چند وقتی آخونده نهیر خونده آخش گفته نهیر آخ ببخشید آره حالا جمال جون میشه خواهش کنم حالا که گفتی به خاطر تو اون آهنگ خود ساز میخواد نه همینجوری نه یه دیگه بسه بیا یه بار وفا کن نه یه جونم و بستون یا دردم دوا کن نه یه دل من ازا گرفته بیا نه یه دل بازبونه یه تو را گرفته بیا نه یه گریه میکنم به من میخندی چرا نه یه تو کوچه‌تون میام درو میبندی چرا نه یه این
بیتی کامل عبدالوهابه که برات خوندم. حالا ببینم شما جوی چیزی که عجیب بود برای من اون زمان. اولا همه... بگو که ببخشید شاعر این استاد شیرازی بود که آهنگای شعرهای گنج قارون رو گفت و فردین میخوند و ایرش خوند بعدم فردین لبی زد. شعرش اون بود. داستان اینه یه روز آقاسی آمنه رو خونده بود به حسین همه دیگه من آمنه رو خونده گرفت حسین میخوام یه آهنگ بسازم گوش کن یا آهنگ بسازم که آمنه رو بگیره زن میزنه به شیرازی میگه یه شعر دارم که پدر آمنه در میاره. آقا ما اینو خوندیم روز اول تو شیراز باور نمی کنی یه منو صفحش فروش رفت صفحه یه تومانی. حالا من اولین باری که برای من خیلی عجیب بود تو اون زمان همه شعرها بدون عاشقانه بود یه دفعه باری تکنولوژی توش تلفن میزنم جواب نمیدی تلفن اینا من این گرفت برای اصلا یه چیزی که عجیب غریب بود تلفن اینا اومد تو کار. حالا بهت بگم بگو. من اینا تو تلویزیون خوندم تلفنم گفتم تلفن تلفن وقت باشم رقصیدم آقا این گرفت. من تقریبا خیلی هنوزم دارم نونه یه نمیخورم. آره آره ایشالا سینم باز بشه. الان چند تا برنامه هست دعوت هم کردن مثلا چی اسمش یوتوبوری متوبوری زن گفتم الان نمیتونم. یعنی میتونم ولی میتا نمیذاره خانومم میگه به تارا سودی لطفی بخوره یون دکترم گفته گفت اگه بهش فشار بیاری تارا سودی خراب میشه. الان مجروحه. آره که الان خوندی که اشکالی نه این چرا این ببین من اینو با فوت کاسگری خوندم برا فوت کاسگری آره اون تحریر ها اونا رو مدام بدم دیم داره فشار بهش میاد. آخه ببین خیلی سخته اینجا نیا کن این دیدی که این اینقدر بود قد تخم چیز بود تخم بود نه نه باز. نه قد تخم اسفندیار بود رستم بود ای بابا آره اینقدر بود اینقدر بود ببین اینقدر بود الحمدلله داره کوچیک میشه خدا رو شکر. من ولی برعکسش که الان نخوندم الان میتونی بفهم بیچارم میکنه قربونت برم من برای گفتم بذار اشتو بخونم دوست دارم میگه چیکار کنم قربونت برم جمال پولم که نه نمیدی نه پول خانم خانم تولد چی تولد اخاله میتا خانم مادر خانم هم گفتم بله مادر خانم منه پس راجب میتا چی بگیم میتا جا میتا خانم یکی از واقعا یک خانمیه که من فکر کنم داره از یک از ارزش‌های هنری ایران داره نگهداری میکنه فقط اینو میگم. ببین چی بهت بگم من کار نمیکنم که من داره اداره میکنم پیش تو دارم میگم اینو می تو خانم فرشته است من همیشه تو مطالبی که می‌نویسم نه که تو نره خورمانه میده تو نره جمال داره این پخش میشه ها تو نره من مجبورم ادیت کنم خوبه آره. خوب آقا خانم ها خیلی خوبه خیلی خوب من آدم بده نشیم برم شما میتونی اینو یه ساعت بگیم من تیکه تیکه بذاره بله چه چه بخوای جمال وفای رو تعریف بکنی یه جمله بگو که جمال رو میخوای بگی که چی هست تعریفش کن. جمال بسیار انسان خوب و مهربونیه فقط بعضی وقتا خیلی فراموشکار گاز و مرتب روشن میذاره. چیکار میکنه؟ گاز و مرتب روشن میذاره. گاز و مرتب روشن آخه ده میذاره چی؟ ببین چی؟ جمال گاز خاموش کن روشن گذاشت. حالا ببینم بچه شهباز همه هم میتونه ببین میتونه چون این خیلی جمال به من گفته که من آشپزیم خوبه برکم به چون شما توی 30-40 سال ما یک دفنیه لحظه هم نخورد غذا که اینجا هم میخوری غذا نیست بیا تو مهمونی مردم اومده ببین داریم این غذا اینجا غذا جان من میتونه خانه غذا آشپزیش خوبه غذاش خوشمزه است ولی مثلا اینجاست که وقتی غذا رو میبینم بله من ساعت 4 بعد از ظهر من از گشنگی دارم میمیرم ولی هرچی بذار جلو میگم اگه من یه باشه بذارید که ببینن که تماشاگران از این خب این خانم بنده ما با آقای جمال وفایی مصاحبه کردیم بدون اینکه بهش بگم میخوام پخش کنم آخر میگه که من این آواز رو برای تو خوندم این صحبت رو برای تو کنم شما شاهد باشید که من بهش گفتم من اینو پخش میکنم جال خانم نیازی خانم برادر خانم من هستن ایشون هم سرکار خانم هستن خانم ستاری نبه ستار خان
که من میدونم شما خیلی منتظر بودید که چهره ایشون به ایشون صحبتش رو زیاد بده. بلکه صحبتش خیلی به ایشون ارادت دارم. ارادت من میگم عید بر عاشقان مبارک باد. عاشقان عیدتان مبارک باد. درود بر... نمیدونی که چه سخته توی دل و پسی موندن، روزی یک نامه نوشتن، سال یک نامه نخوندن. نمیدونم چی بگم من، تو که حرفامو میدونی، شایدم تو دیگه حتا نامه هامو نمیخونی. سال یک نامه نخونده. حالا اگه منو تنها نذاری چی میشه؟ همه بگید چی میشه؟ هیچی نمیشه. همینطوری بگید شما. هم بگید برو بریم بالا. دست حالا شما ها سازم دست باید اگر دست سازم دست که منو تنها نذاری چی میشه؟ بگی که هنوز دوستم داری چی میشه؟ اگه منو تنها نذاری چی میشه؟ بگی که هنوز دوستم داری چی میشه؟ اگه منو تنها نذاری چی میشه؟ بگی که هنوز دوستم داری چی میشه؟ ای که چشاد آسمونی رنگه، زبر دلم مثل صبر سنگه، هرچی میخواد دل تنگه بگو، حرفای تو واسه من قشنگه. اگه منو تنها نذاری چی میشه؟ بگی که هنوز دوستم داری چی میشه؟ چی میشه؟ بگی که هنوز دوستم داری چی میشه؟ اگه منو تنها نذاری چی میشه؟ بگی که هنوز دوستم داری چی میشه؟ ای که چشو آسمونی رنگه، صبر دلم مثل صبر سنگه، هرچی میخواد دل تنگه، حرفای تو واسه من قشنگه. اگه منو تنها نذاری چی میشه؟ بگی که هنوز دوستم داری چی میشه؟ چی میشه؟ ما چی؟ تبریکی چیزی میخواد به هموطنانمون بگید؟ من همچنین زن زندگی آزادی. درود بر شما. ژاله خانم، دکتر ژاله خانم نیازی. حتما زن زندگی آزادی و امید پیروزی واسه عید امسال. خب این آقا پسرم که اینجا نشسته داماد ما کیان؟ شما همونی که عروسیش به من عروسیش مولید. بله بله پولم به من نیده. میخوای بگید عید شما مبارک. Who is this to? Eid Shoma Mubarak. Eid, I'm just saying it. Eid Shoma Mubarak. Barik Allah, Barik. Zendegi
آزادی و زندگی آزادی. خیلی ممنون.